تو یه روز گرم سوار ماشینت میشی، کولر رو روشن میکنی و میبینی فقط باد گرم میزنه. ممکنه فکر کنی گاز کولر خالی شده، اما نه، ممکنه فقط یک سنسور کوچیک، یک قطعه کوچیک باعث میشه که کل سیستم کولر ماشین بخوابه. دوستان سلام، تو این ویدیو قرار با سنسور آشنا بشید که اگر خوب کار نکنه ممکنه کولر ماشین به طور کامل بخوابه. حتی اگر همه چیز سالم باشه و این قطعه خراب باشه، کولر خنک نمیکنه. این سنسور سنسوری نیست جز سنسور فشار گاز کولر یا سویچ سه‌مرحله‌ای. خب دوستان، همون جوری که مشاهده میکنید، سویچ سه‌مرحله‌ای بر روی سرایه روی درایه در نزدیکی درایه قرار داره و برای باز کردن اون شما باید اول سوکت اون رو در بیارید. بعد از در آوردن شروع باز کردن میکنید. دقت کنید زمانی که این سویچ رو باز میکنید، در ابتدای هم یک مقدار خیلی کمی گاز بیرون میاد، اما بعد از مدتی قطع. دلیل قطع شدنش همینه که این سوپاپ یک طرفه اینجا وجود داره که جلوگیری میکنه از خروج گاز. سویچ سه مرحله ای محل نصب اون روی لوله فشار قوی کولر هستش و در واقع چهار پایه داره که در همه محصولات پژو روی سرایه درایر نصب میشه. دارای سوپاپ یک طرفه هستش که موقع باز کردن اون گاز کولر خالی نمیشه. زمان خارج کردن البته این سویچ، یک مقدار گاز بیرون میاد و بلافاصله قطع میشه. تکنولوژی کارکرد این سویچ مقاومت وابسته به تنش مکانیکی یا پیزورزستیو هستش، یعنی بر اثر فشار مقاومت اون تغییر میکنه، مثل سنسور مپ. اما در سنسور مپ فشار قابل اندازه گیری حدود 200 تا 1200 میلی بار بود، اما در این سویچ فشار گاز کولر که بالاترین در واقع فشار گازی هستش که در خودرو وجود داره و این قطعه فشار گاز کولر که بیشترین فشار هستش رو اندازه گیری، و این سنسور فشار گاز کولر یا سویچ مرحله‌ای این فشار رو اندازه‌گیری می‌کنه و حدوداً 15 تا 25 بار هستش که اندازه‌گیری. دقت کنید که در سنسور مپ 200 تا 1200 میلی بار قابل اندازه‌گیری بود، ولی اینجا 15 تا 25 بار رو اندازه‌گیری می‌کنه. اما چون این سنسور یا این سویچ فشار بالای اندازه‌گیری می‌کنه، به همین دلیل مکانیزم پیزورزیستیو این سنسور با سنسور مپ متفاوته و بسیار قوی‌تر و مستحکم‌تر هستش. ببین، من وقتی میگم سنسور، این که سویچ یه کلیده، خب، و البته ما سنسور فشار گاز کولر هم داریم. خب اما نحوه کار این سویچ چجوریه؟ ببینید، وقتی سویچ رو دقت میکنیم و نوشته های روی اون رو بررسی میکنیم، در روی نوشته هایی که روی سویچ قرار داره، ببینید نوشته LP low pressure یا فشار پایین، MP medium pressure فشار متوسط، و HP high pressure فشار بالا. در فشار پایین که کلید اول عمل میکنه 2.3 بار، MP 18 بار، میدیوم پرژر در فشار مورد کلید دوم فعال میشه، و سویچ سوم یا HP در های پرژر فعال میشه که فشار حدود 32 بار. اما داستان این فعال شدن چیه و این کلید فعال میشه که چیکار کنه؟ خب همونطوری که از اسم این قطعه مشخصه، سویچ سه مرحله است، یک کلید سه مرحله ای. در مرحله اول لو پرژر که میشه، یعنی زمانی که فشار گاز کولر 2.3 بار میشه، کلید اول سویچ مرحله اول
عمل میکنه و در واقع حداقل فشار برای عمل کردن اولین کلید 2.3 بار از فشار گاز کولر هستش. خب حالا وقتی 2.3 بار فشار به این سویچ رسید، کلید اول که فعال میشه، کاری که صورت میگیره درگیر کردن کمپرسور کولر. یعنی اگر فشار گاز کولر از 2.3 بار کمتر باشه، اصلا کمپرسور کولر درگیر نمیشه. اما در مرحله دوم یا میدیوم پرژه، وقتی فشار گاز کولر به 18 بار برسه، دومین کلید فعال میشه. دومین کلید که فعال بشه، دستور به کار افتادن فنهای دور تون صادر میشه و فشار گاز کاهش پیدا میکنه و راندمان کولر افزایش پیدا میکنه. اما سومین مرحله یا های پرژه زمانی اتفاق میفته که 32 بار فشار گاز کولر برسه. یعنی فشار لازم برای عمل کردن سومین کلید و قطع کردن برق مدار کمپرسور کولر 32 بار هستش. پس وقتی به 32 بار برسه فشار گاز کولر، سویچ سوم فعال میشه و برق مدار کمپرسور کولر رو قطع میکنه تا فشار گاز کولر بالاتر نره. اما برای تست کردن این سویچ باید حتما روی مدار کولر و محل قرارگیری خودش نصب بشه و فشار گاز کولر رو در داخل اون اندازه گیری کنیم. از طرفی گیج فشار کولر رو وصل کنیم، گیج قرمز که برای فشار قوی است، و با بررسی فشار گاز کولر روی گیج ما دقت میکنیم که در هر فشار از 3 مرحله، یعنی 2.3، 18 و 32 بار، آیا کلیدها عمل میکنن یا نه. در 2.3 بار باید کمپرسور فعال بشه، در 18 بار باید فنهای دور تون فعال بشن و در 32 بار باید کمپرسور قطع بشه. اما علائم خرابی سویچ 3 مرحله چیه؟ اگر سویچ 3 مرحله خراب بشه، اولا که کولر فعال نمیشه و کمپرسور وصل نمیشه. بعضی مواقع فنها یکسره کار میکنن و در بعضی مواقع کمپرسور قطع نمیشه و آسیب دیدن قطعات کولر مخصوصا درایر یا نشتی مدار صورت میگیره. خب علائم خرابی این سویچ، ببینید اگر این سویچ خراب باشه، کولر فعال نمیشه اولا و کمپرسور اصلا وصل نمیشه. همچنین ممکنه فنها یک سره کار کنند و از طرفی امکان داره کمپرسور قطع نشه و آسیب دیدن قطعات کولر مخصوصا درایر و یا نشتی مدار کولر رو در پی داشته باشه. خب اما مورد دیگه که خدمت رو عرض کنم، سنسور فشار گاز کولر هستش. سنسور فشار گاز کولر با سویچ 3 مرحله تفاوت داره. تفاوت اونها اینه که سنسور میتونه یک پارامتر سیگنالی و خطی بده که ECU به صورت عدد فشار گاز رو اندازه گیری کنه و متوجه بشه. در 206 های فرانسوی وجود داره، ولی کلید 3 مرحله این قابلیت رو نداره و فقط میتونه در چند مرحله بودن یا نبودن یک حالتی رو گزارش بده. سنسور فشار گاز کولر زمان درگیر شدن کمپرسور کولر رو تعیین میکنه. یعنی اگر کمتر از حد مجاز باشه فشار گاز کولر، اجازه نمیده که کمپرسور درگیر بشه. حتی اگر فشار گاز کولر بیشتر از حد مجاز هم باشه، بازم اجازه نمیده کمپرسور درگیر بشه، چون ممکنه بر اثر افزایش فشار انفجار صورت بگیره. همچنین عملکرد فنها هم توسط سنسور فشار گاز کولر کنترل میشه. بهش سنسور فشار گاز خطی هم میگن، همون داستان سیگنالی که خدمتون عرض کردم. همچنین عملکرد فنها هم کنترل میکنه، یعنی با افزایش فشار گاز کولر دور فنها هم افزایش میده تا عملکرد کولر به درستی انجام بگیره. به طور کلی در خودروهایی که سنسور فشار گاز کولر دارن، کنترل کل سیستم کولر در دست ECU هستش و هیچ کلیدی وجود نداره.
برای 206 های فرانسه که سنسور فشار گاز کولر داره، بررسی مقدار فشار و عملکرد این سنسور توسط پارامترهای دستگاه دیاگ انجام میشه و به جای گیج فشار باید پارامترهای این سنسور رو در دستگاه دیاگ بررسی کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که سویچ سه مرحله یا برای تستش گفتیم باید گیج فشار کولر رو وصل کنیم، گیج قرمز رو، در هر کدوم از سه مرحله ها فشار گاز رو بررسی کنیم و ببینیم کیلا عمل میکنه یا نه. اما در سنسور فشار گاز کولر، چون یک سنسور، باید پارامتر این سنسور در دستگاه دیاگ بررسی بشه و بررسی کنیم که در زمان فشار گاز مناسب آیا عملکرد سنسور فشار گاز کولر درست هستش یا نه. این سنسور فشار گاز کولر کلید نیست و یک سنسور پیزو الکتریک هستش. با تغییرات فشار، عدد فشار گاز کولر رو در دستگاه دیاگ نمایش. اونطور که گفتم تکنولوژی اون شبیه سنسور مپ هستش، با این تفاوت که فشارهای بالاتر حتی تا 30 بار رو هم میتونه اندازه گیری کنه. سنسور فشار گاز کولر در 206 فرانسه سه پایه هستش. پایه اول مثبت 5 ولت، پایه دوم منفی 30 و پایه سوم سیگنال خروجی هستش و برای تست عمومی اون باید بین پایه 1 و 3 مقدار 5.8 مگاه اوم مقاومت باشه. دوستان این هم از سنسور فشار گاز کولر یا سویچ سه مرحله‌ای که به صورت کامل توضیح دادم، علائم خرابیش خدمت عرض کردم و نحوه تستش هم با هم یاد گرفتیم. این سنسور فوق‌العاده مهم هستش که اگر خراب باشه قطعاً کولر خود رو به درستی کار نمی‌کنه و باد خنک در کار نیست. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. برای دوستانتون بفرستین، لایک و کامنت به ما انرژی میده. موفق و مؤید و پیروز باشید.